چقدر دوستش داره تا شیرینه، تو رنگ چشمات به دل میشینه، تو رو من دوست دارم تا اونجایی که آدم واسه اولیه. از شبنم عشق خاک آدم گل شد، صد فتنه و شور در جهان حاصل شد. سرنشتر عشق بر رگ روح زدند، یک قطره از آن چکید و نامش دل شد. تو هستی تنها عشقم تو دنیا، نباشی میمونم بی تو تنها. بگی که یک روز از من دلگیری. سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه و همه چیز بر وفق مراد باشه. من حساب کردم دیدم که آخرین برنامه‌ای که داشتیم یادتونه روز فردوسی رو داشتیم با هم دیگه، اول بهمن بود. یعنی من 29 روزه که کنار شما نبودم. خیلی دلم تنگ شده بود، واقعا خیلی براتون دلم تنگ شده بود. خوشحالم که امروز فرصتی پیش اومد و با یه ویژه برنامه خیلی خوب، با یه مناسبت خیلی خوب کنار شما و مهمون خونه های شما هستم. صدای من رو از رادیو لحظه های استودیو صداهای همراه میشنوید دوستان. من مهاجر هستم، اینجا استودیو صداهای همراه و برنامه، البته ویژه برنامه مخصوص روز عشاق ایرانی. بله، سپندار مزگان، روز عشاق ایرانی. عاشقای قدیمی، عاشقایی که چند سال از تولد عشقتون میگذره، عاشقای جوون که تازه شروع کردید و پا در راه عشق و عاشقی گذاشتید، عاشقایی که هنوز عاشق نشدید، منتظر فرصتید، منتظر اون اتفاق سبز هستید که تو زندگیتون بیفته، اونایی که قرار بعدن عاشق بشید، روز عشاق ایرانی رو، روز عشق ایرانی رو بهتون تبریک میگم. اصلاً حرف از عشق میزنی یه وجد و نشاطی وجود آدم رو میگیره. چرا اینطوریه؟ به خاطر اینکه اصلاً خلقت دنیا بر پایه عشقه. خدا ما رو با عشق آفریده. و البته این یه بهانه است که یک روز رو روز عشق نامیدن. هر روز خدا میتونه روز عشق باشه، روز ابراز عشق باشه و روز قدردانی از محبوب و معشوق باشه. حالا چون که اختصاصاً روز سپندار مزگان رو گفتن روز عشاق ایرانی، ما همین روز رو جشن میگیریم و برای عشاق بهترین لحظه ها رو آرزو میکنیم. البته این که میگیم عشق، حالا شاید یه نفری بگه که ای بابا، تو این اوضاع، تو این کرونا، با این گرونی، با این نمیدونم وضع اقتصاد و چی و چی، شما هم دلتون خوشه ها، نفستون از جای گرم در میاد. ولی نه، واقعا قرار نیست که ما این احساسات خوب و لطیف رو بیاییم و فراموش کنیم و تحت تأثیر شرایط اینها رو کمرنگ کنیم. اگر این کارو بکنیم که دیگه اصلا زندگی خیلی برامون سخت میشه. ما با همه این مشکلاتی که هست، با همه این سختی هایی که هست، عشق رو
گرامی می‌داریم، روز عشق رو، روز عشاق رو هم گرامی می‌داریم و به همدیگه ابراز عشق می‌کنیم. و این که میگیم عاشق باش و با عشق زندگی کن، نه اینکه حالا یه نفری اگر عشقی تو زندگیش نیست بگه که پس شامل من نمیشه، این من جز این آدم ها نیستم. من واقعا فکر میکنم که عاشقی فقط این نیست که تو به یک فرد عشق بورزی، همین که برای زندگیت هدف داری، برای زندگی تلاش میکنی، همین که قدردان اون چیزهایی هستی که خدا بهت داده. صبح که از خواب بلند میشی به این فکر میکنی که خب من امروز باید چه کار کنم، امروز چه جور آدمی باشم، این خودش عشقه، عشق به زندگی. و پس روز عشق شامل حال این آدم عاشق هم میشه. ما در واقع میخواییم این رو بگیم که عشق ساری و جاری باید باشه توی زندگی، حالا به هر ترتیبی که هست، به هر بهانه‌ای که هست، هر کس هر ایده و نظری که درباره عشق داره، امروز روز سپندار مزگان روز اوست و ما این روز رو به همه شما عزیزان مجدد تبریک میگیم. چجوری پای منو به قصه خودت کشوندی، چجوری اسیر این حادثه تازه شدم، من به فکر رد شدن از همه دنیا بودم و به خودم. من یه تبریک ویژه هم بگم به اونایی که امروز یعنی 29 بهمن روز تولدشونه. تولدتون مبارک باشه، انشاءالله که همیشه همیشه گل لبخند بر لبانتون شکوفا باشه و خورشید عشق تو زندگیتون تابناکتر از همیشه باشه. اونایی که امروز روز 29 بهمن سالگرد ازدواجتون هست، امروز رو هم به شما تبریک میگیم. چه روز خوبی آغاز زندگیتون شده. برای شما هم خوشبختی رو آرزو میکنیم و دعا میکنیم عشقتون همیشه سبز و با طراوت و البته جوان بمونه. چقدر باز خوشحالم بگم که خیلی واقعا دلم تنگ شده بود. اون برنامه زادروز فردوسی خیلی مورد استقبال قرار گرفت و خیلی هم از این بابت خوشحالم. بازخوردهایی که داشت، پیامکهایی که برای من اومد، دیدم که ظاهراً خیلی خوب بوده، مورد استقبال قرار گرفته. من این انرژی مثبت شما رو واقعاً از راه دور دریافت میکنم و برای من واقعاً جای خوشحالیه حضور شما، انرژی که شما به من میدید و باعث میشه که من احساس مسئولیت بیشتری کنم و البته باعث این میشه که من بیشتر از پیش سعی کنم که با برنامه‌های مفید کنار شما باشم. امروز یعنی این روز عشاق ایرانی، این برنامه
29 بهمن یکی از اون برنامه های خیلی خوب و باحاله، میدونم چون انرژی شما رو دریافت کردم. امیدوارم بتونم از پس این برنامه بر بیام و همچنان مثل برنامه های قبل رضایت شما رو جلب کنم. نمیشه که معلم باشی بعد به هر حال اونجا یه چیزایی رو نگی، اطلاعاتی رو ندی. اونهایی که برنامه های قبل من رو شنیدن میدونن من چی دارم میگم. من درباره روز عشاق ایرانی گفتم و گفتم که این ویژه برنامه درباره این روز هست. خب چه بهتر که ما درباره سپندارمذگان یا روز عشاق ایرانی یه اطلاعاتی رو با هم رد و بدل کنیم و در این مورد با هم دیگه صحبت کنیم. روز عشق ایرانی یا همون سپندارمذگان، نامهای دیگه هم داره، اسپندگان یا اسفندگان هم گفته میشه. روزیه که اون رو معادل ولنتاین میدونن. آقا وقتی که ما خودمون تو تاریخ کهنمون روز عشاق رو داریم و روز ولنتاینی داریم که ویژه ایرانیان باستان بوده، چرا این روز رو برجسته نکنیم، دربارش صحبت نکنیم، گرامی نداریم، بعد بریم از فرهنگ اونور آب دیار کفار ولنتاینو برداریم و اینجا براش برنامه داشته باشیم و جشن بگیریم؟ یه دلیلی که ما تصمیم گرفتیم برای این روز برنامه داشته باشیم همینه که جشنهای ایرانی رو پررنگ کنیم و به همدیگه بیشتر بشناسونیم و هرچی بیشتر از قبل این فرهنگ ها رو به نسل جدید منتقل کنیم. داشتم. این شما؟ بابا چه خرسی، این الان چیه؟ این ولنتاینه. این از اوناست که توی دیوار گرفتین میذارنشون تو دیوار بعد از ولنتاین میفروشن میذاری. مرسی، خیلی هم عالی. دخ عالی دست شما. گرفتم برای شنوندگان محترم. یه دونه گرفتم خرس. بله. برای همشون باشه دیگه. چه حیف که نمیتونن ببینن اینو. دیگه خرس خرس دیگه. آره. خرس ببینن، خرس آره. دیدن نداره دیگه. چرا دیگه این دیدن داره. چقدرم بامزه و بانمکه. خیلی خوشگله. دست شما درد نکنه. ما تقدیم میکنیم به همه شنونده ها. هر طور راحتی. آره خیلی هم خوب. خیلی هم. کاش که یه صدایی داشت، یه صدایی در میکرد از خودش میشنیدن. در بکن. در بکن. در نبکن. خیلی عالی بود. غافلگیری جالبی بود. دستتون درد نکنه. خیلی خوب بود. مرسی. فقط این که بعدش نذارن تو دیوار که بفروشن و اینا دیگه. الان دیگه همه اینه که ولنتاین رفت سر آره. گرفته حالا من یه چیزی سوالی دارم، چرا خرس شده هدیه این؟ نمیدونم لابد خرس خیلی محبت چرا؟ میکنم آره. نمیدونم خرس محبت هر کی میبینه بالا نمیدونم به ما کسی نداده تا حالا نمیدونیم بیایی خرس شما دست شما در آخه چقدر خوشگله. مرسی آخه آرزوم در اومد مرسی خیلی عالی بود. سلامت بشید. خیلی عالی بود. غافلگیری خیلی خوبی بود. ممنون از آقای لشکر شکن با انرژی مثبتی که به ما دادن. بله ما داشتیم میگفتیم آقای لشکر شکن که شما اومدی با این خرس بزرگ قهوه‌ای ما رو غافلگیر کردی. اینکه ما هم ولنتاین داریم پس روز عشاق ایرانی رو داریم و در این روز ایرانیان باستان به خاطر بزرگداشت زن و زمین جشن می گرفتن. البته باید این هم بگم که اختلاف نظرهایی برای تاریخ این روز وجود داره. تاریخ دقیقش رو گفتن در ایران باستان گفتن 5 اسفند بوده. چرا؟ چون در اون سالها ماهای سال همگی 30 روز بودن. اما
در تقویم جدید ایرانی، چون 6 ماه اول سال 31 روزه هست، برابر این بسیاری معتقدند که باید این رو هم به روز رسانی کرد و در 29 بهمن جشن گرفت که خب خیلی ها همین کار رو انجام میدن. البته بعضی ها باز معتقدند که اسم اصلا سپندگان نام پنجمین روز از ماه اسفنده و باید در همون ماه هم جشن گرفته بشه. گرچه که بیشتر ایرانی ها 29 بهمن رو برای تبریک گفتن این روز جشن می گیرن. البته بگم فرقی هم نمی کنه ها، 29 بهمن باشه، 5 اسفند باشه. حالا این مناسبت چون توی 29 بهمن خیلی بیشتر شناخته شده است و این روز رو بیشتر جشن می گیرن، ما هم برنامه‌مون رو بر این اساس و در این روز در واقع داریم ضبط می کنیم و تقدیم شما عزیزان می کنیم. هر روز میتونه روز عشق باشه، هر روز میتونه روز قدردانی باشه. یکی از منابعی که در اون درباره این جشن صحبت شده و معرفی شده کتاب آثار الباقیه ابو ریحان بیرونی هست. البته ناگفته نمونه که ابو ریحان بیرونی روز پنجم اسفند رو در واقع این روز عشاق گفته و گفته که جشن گرفته می شده. اما خب میگم باز در از زمانی که خیام اومد و اون تقویم رو به روز رسانی کرد، این تغییر رو در این روز ما میبینیم که در واقع معادل و مقارن با 29 بهمن شده. عموم پژوهشگران از جمله استادان ابراهیم پورداوو، جلیل دوستخواه و چند تای دیگه، اونها هم عقیده دارن که این جشن رو باید 5 اسفند ماه برگزار کنیم و ابداعات جدید رو در انتقال اون به 29 بهمن نادرست میدونن. اما میگم چون به هر حال تعداد بیشتری با این روز موافق هستن، اینجا افتاده که ما 29 بهمن رو روز عشاق بنامیم. روی رقص شاپرک زیر بارون چشو دل من
فصل بارونه و عشق رو بار نستره، من و تو عاشق هم توی خواب گم شدن، شعله وحشی عشق بی‌گناه و بی صدا، یه ترانه وسوسه رنگ سرخ غروبا. به همین خاطر تو فرهنگ باستان اسپندار مزگان رو به عنوان نماد مهر مادری و باروری قبول داشتن. تو هر ماه یک بار اسم روز و ماه یکی می شده. تو همون روزی که اسم اون روز با اسم ماه مقارن می شد، ایرانی ها جشن ترتیب می دادن متناسب با نام اون روز و ماه. حالا اتفاقی میفته بعد از این، حالا دیگه شما اون تابلو نقاشی رو دوست دارید، میگید این مال منه، اوکی؟ برای اینکه من کشیدم. آیا شما همسرانتان رو زاییدید که مال شماست؟ آیا به اونها چیزهایی بخشیدید که مال شماست؟ اصلا هیچ کس مال ما نیست، ما هم مال هیچ کس نیستیم. این یک تصور غلطی است، بهش میگن فالس بیلیوینگ، باور غلط. ولی متعهدیم، البته متعهدیم که اینطور خب انجام تعهدات میکنیم، اگر که دو طرفه باشه. اگر دو طرفه نباشه انجام تعهدات هم نمیکنیم. در طی این پروسه اتفاقاتی میفته، مثلا میبینیم یک چیزهایی در اونی که دوست داریم، مثلا نگاهش رو دوست داریم، که اون شاعر ما میگفت نگاهش با نگاه ما آشنا بود. من این زنگ خطری بزنم اینجا، اگر نگاه یک کسی با نگاه شما آشنا بود بترسید، برای اینکه یک چیزای بدی در ماست که در اوشونم هست تو نگاهش معلومه. مثلا ما حسودیم، نگاه اونم حسوده، نگاهش با نگاهم آشنا بود. یعنی آشنایی نگاه ما یک پیام خوبی نیست، پیام خوبی نیست. تمامی چیزهایی که در درون ما میچرخه تو نگاه ما منعکس است. بنابراین خشم، عصبانیت، سوء زن، وسواس، نمیدونم چی 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 منتقل میکنیم به ایشون. به این دلیل نگاه آشناه. حالا ممکنه مهربان باشه، بله ما هم مهربانیم، اون آشنایی خوبیست. ما به نگاه کار نداریم، این یه فالس بیلیوینگ، یه اشتباهه. اگر نگاهی کسی با شما آشنا بود، تازه هر دارید رابطه رو ادامه بدید، ببینید چیزای دیگر هم آشناست. بعد ببینید شما یک جور میشینید، اون یک جور دیگه میشینه، شما یه جور عذاب میخورید، اون جور دیگه عذاب میخورید، شما یک جور فکر میکنید، اون یک جور دیگه فکر میکنه. پس ما اصلا فکر ما آشنا نیست، احساس ما آشنا نیست. تمام اینها فالس بیلیوینگ، باور غلط. حالا مردم چیکار میکنن؟ تون نگاه آشنا رو میبرن، رفتار آشنا و فکر آشنا و اینا میشن توی حلقه، میرن توی حلقه. در حلقه شدن نداره، رفتند. و بعد اون محرومیت های گذشته و اون مدلی که آدم میتونه عاشق بشه اونام هست، به عنوان زمین ساز به عشق ایجاد میشه. و جالب هست که یکی یکی رو خیلی دوست داره، اون یکی غافل هست. تعریف دوست داشتن استاندارد اینه که دوست بداریم به دوست داشته بشیم، حتما. و این موضوع گفتنی نیست، احساس کردنی نیست. شما نگاه میکنید تو خونه براتون آب میاره، میفرمایید از کجا فهمیدید که من آب میخوام؟ میگم یعنی من میدونم. ببین ما در متن ذهن هم دیگه واردیم، این دوست داشتن این چیز خیلی نایسیه، دارن مشق می‌نویسن، کار میکنن، کار سنگینی نقاشی میکنن، کامپیوتر داره اینا، پا میشن چای میارن براتون، میگید مرسی این همه کار چرا چای آوردی؟ میگن شما الان احتیاج به چای دارید. صحبت‌های خیلی خوبی رو از جناب دکتر مجد شنیدیم درباره عشق و عشق ورزی. خیلی جالب بود و آدم دوست داره که این صحبت‌ها رو همیشه بشنوه و حتی اگر تکراری هم بشه از اون لطافتش، از اون گیرایی و جذابیتش واقعا کم نمیشه.
اگر که کسانی از شما دوستان علاقمند بودید که فایل کامل این سخنرانی رو بشنوید، میتونید که با استودیو در ارتباط باشید و تهیه کنید. و نکته دیگه ای که باید بگم اینه که ما در ادامه برنامه‌مون صحبت‌هایی رو هم از جناب دکتر علی بابایی زاد خواهیم شنید. باور به این که من لیاقتم بهتر از این زندگیه که دارم، این خیلی آزاردهنده است. در مورد خیلی از اونهایی که من باشون در ارتباط بودم یا میخونم متنایی که برام مینویسن. شما به درستی به واژه اشاره کردید که اصل مطلبه، ناامیدی مفرط. یعنی من به جایی میرسم که نه تنها خودم رو دوست ندارم، دیگرانم دوست ندارم و گمان میکنم که تغییری صورت نمیگیره، بهبودی به هیچ وجه وجود نخواهد داشت. بنابراین اول ناامید میشم، بعد بیپناه میشم، بعد گمان میکنم که این زندگی که دردیست جانکا منو دربر گرفته و زجر من تمام نمیشه مگر موقعی که بیفتم و بمیرم. و خب ببینید این چه دردناکه، چون این نگرشی و کمم نیست. میدونید واقعا مسائل تاثیر میذاره. ما در یک فضای انتزاعی توی کپسول که زندگی نمی کنیم که در ما در ارتباط با محیطیم، با دیگرانیم، خانواده ای داریم. اصلا ممکنه که یکی از این اعضای خانواده به واسطه اختلالی زیستی مریضی روانی داشته باشه، ممکنه که اتفاقات حقوقی برای افراد بیفته و همدیگر مورد تهاجم قرار بدن. واقعا با در نظر گرفتن همه اینها میگیم زنده باد خودم. اینجا جای نوازش کجاست؟ واقعا با چه انگیزه یادم نوازش بده به خودش و دیگران؟ سوال جدیه اینی که از شما میپرسم و برای خیلی هم ممکنه پیش بیاد. بله بله بله، خیلی سوال جدیه. جای نوازش در سرآغاز داستانه. من، شخصیت من، شخصیت من و برداشت من از واقعیت پیرامونی من، دنیایی که درش هستم، من تا نتونم خودم رو دوست بدارم با تمام کاسی ها، با تمام اشتباهاتم، نمیتونم اونا رو تصحیح بکنم. مگه ما بی اشتباهیم؟ تا حالا نشده در رابطه اشتباه بکنیم که کردیم و کردم بدونش. تا به حال نشده که در واقع کاری رو جوری میتونستیم انجام بدیم که بهترین وجه توان ما باشه و ندادیم و بعد پشیمان شدیم که شدم. بله. پس بنابراین اینا بخشی از واقعیت وجودی انسانه. این بخشی از همون دیدگاه گورخری است. وقتی میگم زنده باد خودم، به این معنا نیستش که من باید بی نقص باشم، همه چیزم درست باشه، هیچ اشتباهی نکرده باشم و نکنم و تضمین کنم مهر زده که همه چی پرفکت و کامل خواهد بود، بعد بگم زنده باد خودم. زنده باد خودم یعنی که من انسانم. خب خیلی خوب بود دوستان عزیزم. من میخواستم که ادامه بحث قبل رو پیش ببرم، ولی فکر کردم که دیگه بحثمون خیلی علمی و سنگین و آموزشی نشه. الان خوبه که یک شعر طنز براتون بخونم، کیفشو ببریم. شاعر فرموده که
مردها کینگریه در فقدان همسر می کنند؟ بعد مرگ همسر خود خاک بر سر می کنند. خاک گورش را به کیسه سوی منزل می برند. دشت داغ سینه خود لال پرور می کنند. چون مجانین خیره بر دیوار و بر در می شوند. خاک زیر پای خود از گریه هی تر می کنند. روز و شب با عکس او پیوسته صحبت می کنند. دیده را از خون دل دریای احمر می کنند. در میان گریه هاشان یک نظر با قصد خیر بر رخ ناهید و مینا و سنوبر می کنند. بعد چندی که از وفات جانگداز او گذشت، بابت تسلیت خود فکر دیگر می کنند. دلبری چون قرص ماه و خوشگل و کم سن و سال، جانشین بی بدیل یار و همسر می کنند. کج نیندیشید، فکر همسر دیگر نیند، از برای بچه هاشان فکر مادر می کنند. نگو تموم شده هرچی بوده، داری میری از پیشم، من هنوزم از نبودن تو دیوونه میشم، هنوزم با دیدنت دلم تو سینه میزنه، هنوزم اسم قشنگت تموم دنیای منه. بله، داشتم میگفتم که وقتی که ایرانی های باستان اسم روز و ماه یکی میشد، جشنی ترتیب می دادن. ببینید چقدر ما ایرانی ها آدم های شادی بودیم، به هر بهانه‌ای جشن برگزار می کردیم. مثلا 16 روز هر ماه مهر نام داشت که توی ماه مهر مهرگان لقب می گرفت و می بینیم که چطور هر جشنی با معنی و مفهوم عمیق خودش برای مردم شادی می آفرید. روز آبان، تو ماه آبان جشن آبادگان رو داشتیم، یعنی جشن ستایش آب. و روز آذر هم توی ماه آذر جشن آذرگانه، یعنی جشن ستایش آتش. همینطور روز پنجم ماه 12 یعنی اسفند، سپندارمز یا اسفندارمز نام داشت که جشنی با همین عنوان گرفته می شد. همونطور که گفتیم سپندار مزگان روز زمین و زن هست. چی کار می کردن؟ توی این روز مردان به همسران خودشون هدیه می دادن. زنان خونواده رو بر تخت شاهی می نشوندن و از اونا اطاعت می کردن و به اونا هدیه می دادن. این هم یه یادآوری برای مردان بود تا مادران و همسران خودشون رو گرامی بدارن. و چون یاد این جشن تا مدت‌ها ادامه داشت و خیلی هم با شکوه برگزار می‌شد، همیشه این آزرم و احترام برای زن در نزد مردان گوشزد می‌شد. خیلی عالی بوده، چه فرهنگ باستانی و غنی داشتیم ما ایرانی‌ها و داریم، و چقدر جا داره که این آیین‌ها رو، این جشن‌ها رو ما همچنان پاس بداریم و به نسل‌های بعدمون هم منتقل کنیم. از این که میبینم چه بی تو بی کسم، از این که احساس میکنم دیگه به تو نمیرسم، چشمای بی طاقت من به جز تو چیزی ندارم، با دیدنت بی اختیار
قدر یه دنیا میبارم تو قلبم. یه شعر خیلی زیبایی از آقای سیاوش تهرانی من خوندم که چقدرم مناسبت داره با این روز و روز عشاق ایرانی سپندار مزگان. تقدیم به همه شما عزیزان. روز اسپندار مز زسپند ماه، دوست دارم بگو با هر نگاه. دوست دارم ز دریا بیشتر، از زمین از کهکشانها بیشتر. دوست دارم تو در جان منی، پاره ای از جان ایران منی. شاخه گل پیش دلدارت ببر، بوسه ای از گونه یارت بخر. سیب سرخی هم فراهم آوریم، هر یکی یک بوسه بر رویش نهیم. کین نمادی گشته از اسفندگان، دوست دارم فراوانتر ز جان. دلبرم ای ماه ایرانی نژاد، سرزمینت را مبر هرگز یاد. کین زمین جای سپند مهر بود، جای نیکویان روشن چهر بود. این چنین کن تا که چون بیمایگان، ره نپویی بر ره بیگانگان. سرزمینت را بکوش آباد کن، روز و شب از فر ایران یاد کن. هرچی فریاد میزنم اسم تو را، از تو جوابی نمیاد. بذار چشما تو ببینم، بذار آروم بگیرم، بذار عاشق تو باشم، به پای عشقم بمیرم. بذار چشما تو ببینم، بذار آروم بگیرم، بذار عاشق تو باشم، به پای عشقم بمیرم. سلام و عرض ادب خدمت دوستان همیشگی و همراه خودمون. طبق معمول استودیو صداهای همراه هستم و این دفعه هم میخوام یه ضرب المثل قشنگ عالی خوشگل خوب خوب ایرانی براتون بگم، مثل همیشه. و این هفته هم چه روزای خوبی داشتیم، روزایی داشتیم مثل ولنتاین. خب ببین، ما ولنتاین رو نمیگم بده، ولی مال ما نیست. ما ایرانی، منی که همیشه ضرب المثل ایرانی برای شما میگم، این همه چیزای قشنگ داریم، دلم نمیخواد ولنتاین رو تبریک بگم. این بذار باشه واسه این جوونا. یادم رفت خودم معرفی کنم، ببخشین. هم به خودخواهی نشه ها، ولی خب خاتون و ضرب المثلاش دیگه، غیر از خاتون کسی نمیاد ضرب المثل بگه. باشه اشکال نداره، من خاتونم، بازم سلام میکنم خدمتتون. سلام سلامتی میاره، خیلی خوبه. خب حالا بذار ببینم، داشتیم راجع به ولنتاین صحبت میکردیم. ببین ولنتاین یه چیزی بگم، دخترم به من کادو داده، پسرم هم به من کادو داده. بعد میگم فلسفه این چیه؟ میگن امروز روز عشقه، در صورتی که ولنتاین هم والا خراب کردن. نه، روز عشق برای آدمهای عاشق، یعنی یه آقا و یه خانوم. ولی حالا اب نداره، ما این وسط یه کادوی کاسب شدیم و همچی ولنتاین هم بد نبود. ولی این که بگم براتون که ضرب المثل این هفته، ضرب المثل این هفته، سلام علیکم خانم ماجد، حالتون چطوره؟ سلامت باشید. من یه لحظه رفتم آب بخورم. شما اصلا کجا بودین که برین آب بخورین؟ من اینجا سر ضبطم. من دارم ضبط خانم، ما درباره روز عشق ایرانی داریم برنامه ضبط میکنیم. ببخشیدا، ولی من اومدم اینجا هیچکی نبود. خب مگه آقا اینجا چه خبره؟ مگه یه استودیوی خالی باشه، هیچکی نباشه، آدم باید بره بشینه همینجوری برنامه ضبط کنه؟ نه همینجور. ولی خانم امروز روز ضرب المثل بوده، جز خاتونم که کسی ضرب المثل نمیگه. اینجا هم همه چی
همیشه مهیا بود. من نشستم گفتم کارم انجام بدم و برم. خب من نمیدونم مسئولین باید واقعا رسیدگی کنن. حتما اونام رفتن آب بخورن. من رفتم یه چیکه آب بخورم گلوم تازه بشه، اومدم میبینم که جای منو گرفتن و دارن برای خودشون زفت میکنن. خانم اجازه بدین، اجازه بدین، شما رو دیدم، اجازه بدین، اجازه بدین. من فکر کنم شما برین دوباره با آب یه نونم بخورین. آره. جون بگیرم. آخه من میترسم شما اینجا سفت نگه دارم. من میترسم اینجا شما دوباره تشنه که بودین گرسنه بشین باد بگه شما نبودین. آقای علیزاده آقای لشکر شکر ای با سر سفت ایشون شما ما تو استودیو. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ که منو به مصطفی پایین ندیدید. والا من امروز روزیه که بعد بیام ضرب المثل بگم. گفتش که بچه‌ها رو هماهنگ داره میکنه. همینطوری همه رو میفرسته. حتما جانانم رفت آب بخوره. نه جانان داشت میرفت. من دو دقیقه پایین باش ببین خاتون که هیچ کس نبود. من اومدم گفتم خب همه چی حاضره مثل همیشه. سر زر ریکورد لاین زنده است، لایو دارم میشنون. ای داد بیداد. آقای لشکر شکن دیگه من نمیدونم واقعا چی بگم. بله واقعا همیشه لایوی مشکلات داشتم. شروع میکردم که یه ضرب المثل خوشگل رو بگم، دیدم کسی نیست، گفتم ما اولنتا یه کادو هم نصیب ما شده. اینا رو داشتم میگفتم که نذاشتیم که به به چه خرسی هم از دست شما درد نکنه. خیلی خیلی بذارنش تو دیوار فردا بفروشیم. تموم شد دیگه. اینو منم گفتم واقعا. نه شو آخه منم دیدم دیوار، آخه من دیدم اومدم تو دیوار یه نگاه کنم دیدم فقط خرس دارن میفروشن. چه خبره؟ بعد فهمیدم بله داستانی اینه. دختر پسر که برای بعد هم دوست میشن. آره واقعا. من یه سوالم پرسیدم هنوز به جوابش نرسیدم. چرا خرس هدیه میدن؟ چرا خرس هدیه میدن؟ نمیدونم. به ما که هیچ کسی خرس هدیه نداره. برای ابراز عشق کسی جام راحته، ولی این که شما همچنان نشسته آخه میگه که آخه موضوعه که شاید الان شما به این تفاهم برسین که اوکی تو الان ضرب المثل تو بگو. نه. من یه روز دارم ما برنامه‌مون نصف نیمه مونده، شنونده‌ها منتظرن که من ادامه برنامه. این خرس ضدعفونی شده. مطمئنی؟ از زمان کرونا بیرون نرفت. باورتون نمیشه چه خرس گنده‌ای اومده بغل من. فکر کنم هموزن خودمه. آقا خوب میخرن اینا. آقا خوب میخرن، بذار یه پولی دستمون بیاد، بلکه شما هم زودتر حقوق ما رو بدید. ما به فکر خودمونیم. فامایی که دادم پس بدی بهره 40% کشیدم. آقا من تسلیم ما بیاریم یه چیزی بگیم واقعا میام طلبکار بشیم بده کار میشیم. خیلی خوب باشه اگه واقعا اینجوریه من مزاحمت نمیشم. خواهش میکنم شما لطف دارین. خب نذاشتین که من ضرب المثل استودیو کسی نیست، یه سری بچرخون، شاید یه مهاجر تو گوشه کنار نشسته بود. خاتون بود الان مصطفی چی میگم جانان یا نازنین بانو بلند نمیشه. نه خانم ما گردنمون هم ما هم نازوتره. یه ضرب المثل اونم میذاریم برای یه روزی دیگه، اشکال نداره. دلارام بود چی کار میکنه؟ مظلوم اونم که میبینه مظلوم بلند میشد که دختر منه دلارام دیگه، اونم بلند میشد. باشه خانم، ما دلمون نمیاد که این مطالب زیبایی شما واقعا با این صدای زیبایی که دارین نصفه بمونه. من میام یه روز دیگه میام، ولی باید حواسم جمع باشه روز بعد در رو قفل کنم کسی نه اینجا بلند کنه. داشته باش شاید من یه دفعه بیام من در رو قفل کنم. خب شنوندگان عزیز، من عذرخواهی میکنم ازتون. سلام، خیلی زود گفتم، خدافظی رم زود گفتم، شرمنده. من باید برم و این تریبون رو میسپاریم به خانم مهاجر عزیز با صدای زیبایشون. البته امیدوارم که پرتتون نکرده باشم. آره. از موضوع بفرمایید. ما خداحافظ. حالا خرسه برو کنار که خیلی گنده ای. خداحافظ، سلامت باشید. روز عشق رو به شما هم تبریک میگیم. همچنان عالی هستی شما. ما برنامه چون لایو قطع نمی کنیم کلن ادامه بدیم. بشینید دیگه راحت بشید و بخونید. صندلیمو بگیرم اول تا کس دیگه نیومده. برنامه رو از دست آدم در میارن. به خدا تا یه دقیقه میری میایی میبینی که جات یه نفر نشسته با نه این میکروفون انقدر جذابیت داره آقای لشکر شکن. اصلا پشتش که قرار میگیری دوست داری حرف بزنی. آره دوست داری حرف بزنی، حالا چه برنامه خودت باشه چه برنامه
همکار دیگت باشه دیگه. خب خیلی هم خوب بود. بله بریم یه موزیک گوش کنیم. جون خسرو چرا صورتی حالا؟ کادو ولنتاین نامزدمه، میخوام سورپرایز شه. بابای پونه نیستم اگه ولنتاین کمتر از یه خونه بگیره. الو سلام بابا. پرویز چی واسط گرفته ولنتاین؟ پرویزی در کار نیست، باش به هم زدم. آدم عاقل آخه دم ولنتاین به هم میزنه؟ اون به هم زد آخه. حالا شما نگران من نباش، با یکی دیگه دوست شدم. میدونستم ولنتاین رو دست نمیدی. خیلی به این یکی هم امیدی ندارم، یه فازای درویشی اینا داره، زیاد مادی نیست. رفتی با پیرمرد دوست شدی؟ نه جوون گویا. گویا؟ آخه ندیدمش هنوز، امروز اولین بار میبینمش. بگو میری خونهشون. یعنی چی پدر من؟ منم میام نترس. قشنگ تو رو دروسی میذاریمش، کادو اسمی ازش در میاریم. این یه آدم معنویه، آخرش با دو تا سخن پندآموز سر و تش رو هم میاره. حالا میبینیم دیگه، بیاد ببینیم این شازده کی هست. چطوری جون دل؟ یاهو، یه روز جونانه دیگه. گوگل. به به، قیمت چشات چند؟ حالا خوب نیست، بذارید برم من. حالت خوبه علکی، ادا حال بدا رو در نیار، جمع کن خودتو. قدر پرویز رو ندونستیم. برای صد هزار مرتبه شد نعمت از این خوشگلتر. آقا ما نکادو میخواییم نه هیچی. ای جونم کمک. به به، خب خسته که نشدید دوستان، اینم از ماجرای پرویز و پونه که شنیدیم. ما همه سعیمون اینه که بهترین برنامه رو برای شما اجرا کنیم و واقعا از صمیم قلب میگم این کار رو با همه انرژی و عشقی که داریم برای شما ضبط میکنیم و تقدیم یکی که شما میکنیم. امیدوارم که شما هم مورد پسندتون قرار بگیره این برنامه ها و همچنان همراه ما باشید و انرژی های مثبتتون رو نثار ما کنید. خوبه که چند تا از این پیامک های عاشقانه ای رو که این روزها رد و بدل میشه من براتون بخونم و ببینیم که تو دنیای پیامک ها چه خبره. با تو از خاطره ها سرشارم، با تو تا آخر شب بیدارم، عشق من دست تو یعنی خورشید، گرمی دست تو را کم دارم، سپندار مزگان مبارک بهترینم. بعضی عشقا مثل قصه نوحه، طرف از ترس طوفان میاد سراغت. بعضی عشقها مثل قصه ابراهیمه، باید همه چیزتو براش قربانی کنی. بعضی عشقها مثل قصه مسیحه، آخرش به صلیب کشیده میشی. شنیدن صدای قلب کسی که دوستش داری زیباترین موسیقی دنیاست. همسر عزیزم، دوستت دارم. نمیخوام چشمم.
توی این روز رمانتیک، توی این لحظه های قشنگ، زیباترین کلمه‌ای که میشه گفت یک دوست دارم به همراه یک آسمان عشق و تمناست. تقدیم به تو همسر عزیزم، روز سپندار مزگان مبارک. قلبمو هدیه میدم بهت، مواظبش باش. نه به خاطر اینکه قلبمه، به خاطر اینکه تو توشی. یه روز خوب، یه گیتار، یه پنجره بی دیوار، میخوام برات بخونم. من که چند تا پیامک براتون خوندم مناسب با امروز، حالا دو سه تا لطیفه هم براتون بخونم. اینا هم خیلی جالبن. تحقیقات نشون داده جمله 5 دقیقه دیگه آماده ام که خانوما میگن با جمله 5 دقیقه دیگه خونم که آقایون میگن به یه معناست. سویچ ماشین برای خانوما فقط برای باز و بسته کردن در خودرو استفاده میشه، اما برای آقایون خلال دندون، گوش پاک کن، وسیله در زدن، وسیله خاروندن سر، گردن و تمام نقاط بدن، وسیله دفاعی برای جدا کردن آدامس از ته کفش، بازم بگم برای بیرون آوردن سنگریزه یا پیچ از تایر خودرو، جدا کردن سنگ از روی نون سنگک، آچ کردن میوه و پوست کندن میوه، نوشتن انواع یادگاری، جابجا کردن زغال قلیون و مصارف دیگه است. آقا اندیشمندا دوران زندگی آدم رو 4 دوره میدونن. 1، دوران ژست تا 24 سالگیه و تو این دوران آدم هر جا میره ژست میگیره و میگه من از همه بهترم. 2، دوران قسط، دورانیه که تا 40 سالگیه و با قسط ازدواج شروع میشه و همینطور فقط باید قسط و قسط و قسط بدی. 3، دوران تست، تو این دوران که از 40 تا 60 سالگیه با هجوم بیماری ها مواجه میشیم و هی باید بریم دکتر تست بدیم و تست بدیم. 4مین دوره، دوران فست، از 60 سال به بالاست که اون موقع آدم به فس فس میفته. پس منتظر روزگار خوش نباشید، از الان خودتون لذت ببرید. بگم کمه عاشقونه، میخوامت یادمه، واسه چشمای قشنگت میمیرم، عشق من از تو نفس میگیرم. چند تا از دوستان ما که همیشه لطف دارن و پیگیر برنامه ها و پادکست های ما هستن، زحمت کشیدن برای ما پیامی رو فرستادن. جا داره که اینجا اول از این عزیزان تشکر کنم بابت همراهیشون و به شما عزیزان هم بگم که ما از شنیدن صدای گرم شما همیشه خوشحال میشیم و استقبال میکنیم و اینکه بریم بشنویم صدای این دوستان رو. برگردیم. سلام، میخواستم یه خسته نباشید ویژه بگم خدمت دوستان خوب استادیو صداهای همراه بابت تمام زحماتی که میکشیم، تمام پادکستی قشنگی که ضبط میکنید و ما واقعا ازش لذت میبریم. امروز 29 بهمن روز عشق ایرانی، عشق اصیل، و اما چیزی که میخواستم به عشق بگم این که
جان من، میخواستم بگم همین که میخندی دوباره دارم ضعف میره، دوباره واژه ها صف میکشن برای سرودنت، از تو گفتن دوباره بیچاره میشم، دوباره عاشق تر از هر لحظه. خلاصه که سمت چپ سینم میتپی و میدونی که خیلی دوست دارم. به قول حضرت مولانا، اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من، دل من داند و من دانم و دل داند و من، خاک من گل شود و گل شکفت از گل من، تا ابد مهر تو بیرون نرود از دل من. این روزو به تمام عاشقای عزیز تبریک میگم، امیدوارم قلبتون پرتبشتر از همیشه، پرتبشتر از هر لحظه کنار هم بتپه و سالیان سال با عشق زندگی کنید. پر از تلاطم امواج شور زندگی با نگاهی گرم میدویدم. باد در موهایم میپیچید و من فارغ از دنیا با خنده های فضا پر کن میدویدم. هر پرتوی خورشید را گرمتر، صدای زندگی را دلنوازتر و درختان را سبزتر میدیدم و میدویدم. اما ناگهان نگاهم از دنیا برگشت. قلاب نگاهی در چشمانم لنگر انداخت و فروغ چشمانم را با خود برد. تلاطم در وجودم ایستاد و همه چیز حتی خورشید سردتر شد و من تمام حواس پنجگانه‌ام را باخته بودم به قلاب نگاهی. دیگر صدایی جز صدای او را دلنوازتر و گرمایی جز گرمای نگاه او را گرمتر نمی دیدم. دیگر باد در موهایم نمی وزید، اما نفسهایش همچون باد خنک بهاری در موهایم می پیچید. دیگر امواج وجودم با نگاهش غلیان می کردند. از آن روز چیزی در وجودم کم شد و کم ماند و من دیگر هرگز ندویدم. آری، قلاب نگاهش کانون گرمای وجودم، قلبم را نشانه گرفته بود و از آن روز تمام حواس من در یک کلمه خلاصه شد: عشق. همیشه نگران عشقمونم عزیزم، بذار عاشقت بمونم. 29 بهمن، روز ولنتاین ایرانی ها، روزی که کوروش کبیر آن را سپنتا روز عشق نامگذاری کرد. پس به خود ببالیم که قبل از غربی ها ما روز ولنتاین داشتیم. بیایید این روز قشنگ رو به هم تبریک بگویی، نه ولنتاین غربی ها که قدمتی ندارد. پیشا پیش روز سپنتا روز عشق به تمام ایرانی ها هر کجا که هستند مبارک. سلام علاقه خوبم، علاقه جان من، میدانی دوستت دارم. به هزار هزار و هزاران هزار دلیل دوستت دارم، چون دوست داشتنت حال میدهد، خوب است، کیف میدهد، چون موهایت ناز بر شانت می افتد، می رقصد، در باد ول می شود و می رقصم، چون خنده های تو جان است، تو می خندی، من تازه می شدم، روز نو می شود و جهان تازه آغاز می شود. دوستت دارم، چون دوست داشتنت مرا بزرگ می کند، بزرگ می شدم، بزرگ دیده می شدم، درد هام خوب می شود،
و دلتنگی هام انتظار. انتظار این که دوباره بیایی، دوباره بگویی سلام، دوباره دوستت دارم مدام. سلام، میایی برویم بهار بیاوریم؟ آخر امسال دیر کرده است، میترسم با این زمستان بی برف و هوای دم کرده محبوس، میترسم راه را خطا رود و به خانه ما نیاید. چقدر تو مهربانی و چه خوب است که این همه دوستت دارم. روزتان مبارک، کامتان شیرین و سپهر عشقتان پر شود از شادکامی و بهروزی. محبوبم، هوای حوصله ابریست، چشمی از عشق ببخشایم تا رود آفتاب بشوید دلتنگی مرا. محبوبم، هنوز عشق در حول و حوش چشم تو میچرخد، از من مگیر چشم، دست مرا بگیر و کوچه های محبت را با من بگرد. یادم بده چگونه بخوانم تا عشق در تمامی دلها معنا شود. یادم بده چگونه نگاهت کنم تا بلندای بالایت در تند باد عشق نلرزد. محبوبم، آنگونه عاشقم که نیستان را یک جا هوای زمزمه دارم، آنگونه عاشقم که هر نفسم شعر است. محبوبم، چشم تو شعر، چشم تو شاعر است، من دزد شعرهای چشم تو هستم. محبوبم، کنار حوصله‌ام بنشین، بنشین مرا به شط غزل بنشان، بنشان مرا به منظری عشق، بنشان مرا به منظری باران، بنشان مرا به منظری رویش، من سبز می شوم. محبوبم، ستاره های کلامت را در لحظه های ساکت عشق من ببار، بر من ببار تا که برویم بهاروار. چشم از تو بود و عشق، بچرخانم بر حول این مدار. محبوبم، تمام حرف دلم این است، من عشق را به نام تو آغاز کردم، در هر کجای عشق که هستی آغاز کن مرا. عشق من با تو شادم، آخه نمیری تو از یادم. روزی که تو رو دیدم، دلم رو به دل تو دادم. حالا من میدونم بی تو یه لحظه نمیتونم، تا دنیا باشه پا بر جا به پای عشقت میمونم. امروز روز سپاسگزاری از خداوند است، زیرا که عشق را آفرید تا یادمان باشد کسی هست برای عاشق بودن، تا با تمام وجود به او بگوییم عشق من روزت مبارک. اش
باز هم از این دوستان تشکر میکنم از همراهیشون و انرژی خوبی که به ما دادند و برنامه خودشون رو قابل دونستند. عشق شادی است، عشق آزادی است، عشق آغاز آدمی زادی است، عشق آتش به سینه داشتن است، دم همت بر او گماشتن است، عشق شوری ز خود فزاینده است، زایش کهکشان زاینده است. زندگی چیست؟ عشق ورزیدن، زندگی را به عشق بخشیدن. زنده است آن که عشق می‌ورزد، دل و جانش به عشق می‌ارزد. در پناه حق شاد و سلامت باشید عزیزان. تا برنامه آینده همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. Let's go.